بلکه میبینیم از اون طرف تو دهه 60 و دهه 70 ساواک حتی فشار میاره برای اینکه نیروهای اسلامی تقویت بشن، برای اینکه دانشگاه ها مسجد ساخته بشه. دانشگاه تهران مسجد نداشت وقتی رضا شاه دانشگاه تهران رو انداخت. مسجد دانشگاه تهران رو در اون زمان محمد رضا شاه ساختن و توی دانشگاه آریامهر حداد عادل رو و آقای پورجوادی رو دکتر نصر آورد و گفت کلاس های اسلامی در دانشگاه شریف بذارید، برای اینکه همون کاری که در دانشگاه تهران کردن داشتن در شریف میکردن اونجا. خب به خاطر شخص آقای نصر این با شدت بیشتری انجام میشد، ولی در جاهای دیگه هم در دانشگاه مشهد خاطرات آقای دکتر متینی رو بخونید، ببینید چه جوری شریعتی رو به دانشگاه واقعا تحمیل کردن. یعنی از یه طرف یه دهی با سفارت تماس داشتن، با دولت آمریکا تماس داشتن، دائم در گوش دولت آمریکا میخوندن که آقای خمینی یه دموکرات، خودش هم در پاریس میگفت که من میخوام برم قم بشینم، طلبه بشم. در ایران دوستانشون، هوادارانشون، نمایندگانشون همین حرفا رو میزدن به سفارت آمریکا. بعد حلقه غیر مذهبی طرفدارانشون مثل جبهه همین حرفا رو تکرار میکردن. یعنی شگفت انگیزه وقتی که ببینید که بعضی از روشنفکران اون زمان، بعضی از رهبران امروز به اصطلاح سیاسی مستقل فعلی چه چیزایی در مورد این رژیم میگفتن، یا حتی در آغاز این دوران. به همین خاطر فریب خوردن خیلی راحت تر شد و غرور پرنخوت سالیوان به این نتیجه کاذب انجامید که بله آقای خمینی میخواد در ایران دموکراسی بیاره و نگرانی ما از این که این آدم مستبدی ممکنه باشه یا ممکنه رژیم استبدادی ایجاد بکنه نتیجه تبلیغات سوء شاه و ساواکشه. و ساواک هم همونطور که عرض کردم چون نمیذاشت این بحث ها آزادانه صورت بگیره، از یه طرفی نمیذاشت صورت بگیره و اینکه به هر حال بحث آزاد مجاز نبود، از یه طرف دیگه شخص آقای خمینی مثلا اسمش رو نمیشد آورد به جای اینکه مثلا اجباری بکنن مطالعه این کتاب رو در کلاس ها. ببینید خط ناشناخته ای نبود. این برای جامعه ایرانی از زمان مشروطه باید روشن می بود. ببینید واقعا وقتی آدم فکر میکنه به اونچه که در 30 سال پیش اتفاق افتاد شگفت انگیزه. ببینید آمریکایی‌ها، خب سالیوان جاهل بود و فریب خورد، ولی مردم ایران چطور بعد از تجربه مشروطیت، بعد از تجربه شیخ فضل الله نوری، بعد از تجربه دکتر مصدق، یعنی به نظر من تردیدی نیست که اگر روحانیون با دکتر مصدق راه خصم و عناد پیش نمی گرفتن، راهش رو نه تنها جدا نمی کردن بلکه باش راه عناد پیش نمی گرفتن و دلیلشون هم تمام دلایل عنادشون هم دلایل عوضیه. یعنی می گفتن چرا مصدق باهایی ها رو بیرون نمی کنه، چرا مصدق زنا رو حجاب به زور سرشون نمی کنه. این به لحاظ این ایرادها راهشون رو جدا کردن. بعد از شعارهایی که در 15 خرداد داده می شد، این شما این 70 سال سابقه رو کنار هم می زرید می بینید یه پرونده خیلی روشنی است از اون چه که این خط روحانی چی می خواد. می بینید تمام نیروهای تجددخواه ایران چطور شد یه چنین وحدتی ایجاد شد. ببینید ما چند روایت از تجدد داشتیم در زمان مشروطه به بعد دیگه، روایت مثلا ده خداست، یکی روایت مارکسیستیه، یکی روایت شاه و پدرش هست که به نوعی تجدد منهای دموکراسی رو میخواستن. تمام نیروهای تجدد خواه جامعه ایران متحد شدن و به عنوان رهبرشون مهمترین رهبر ضد تجدد رو انتخاب کردن. چه تضادی واقعا، واقعا اصلا شگفت انگیزه. ببینید بعد از 70 سال این است که جامعه ایران، روشنفکران ایران، کسانی که
مدعی بودن تاریخ ایران رو شناختن، کسانی که مدعی بودن تاریخ روحانیت رو میشناسن، اونها چطور این راه رو انتخاب کردن؟ این کافی نیست که بگیم آل احمد همه رو گول زد. درسته آل احمد یه سری حرفای نوشت که خب واقعا مضحکه از بابت سطحی بودنش، مثلا کتاب غرب زدگیش، ولی چرا غرب زدگی اونقدر کتاب مهمی شد که هم دهن به دهن میگشت و هر کسی دنبال یه نسخه زیرزمینیش میگشت؟ چه فقر فکری بود، چه عدم رغبت به دیدن واقعیت بود که نمیخواستن و نتونستن این نیروهای مختلف تجددخواه حتی وقتی که علیه شاه متحد شدن، میشه فهمید چرا علیه شاه متحد شدن، اینها فکر میکردن تنها آزادی که مهمه آزادی سیاسی است، حاضر نبودن بپذیرن که آزادی فرهنگی هم مهمه، آزادی مذهبی هم مهمه. شما اگر آزادی سیاسی رو مطلق نکنید، در اون دوران آزادی های فرهنگی در ایران واقعا عجیب وجود داشت، برابری مذهب عملا به وجود آمده بود، عملا بهایی و مسیحی و یهودی و زرتشتی عملا بغیر از این که مثلا وکیل وزیر نمیتونستن بشن، ولی در عرصه اقتصادی میتونستن آزادانه فعال کنن، کسی ممانعتی براشون ایجاد نمیکرد، زندگی خصوصی مردم رو. و فکر میکنم اگر آدم در فکر توضیحش باشه، تئوری توته راحت ترین ولی بی مایه ترین راه جوابه. جواب خیلی پیچیده تر از این هست و جواب یک یک ماها رو به نظر من دربر داره و یک یک ما اون چه که کردیم و گفتیم و نوشتیم یا نکردیم و نگفتیم و ننوشتیم همه بخشی از این جواب هست. از شما متشکرم. موفق باشید. خیلی ممنونم ازتون. با عزتون تا هفته آینده. قربان شما. شب شما و شنوندگان عزیز.